سویلا خانم خودتو خسته نکن، من دارم بهت میگم نمیام. نه میام دو بخشه. بابا این سه بخشه، حالا هر چند بخشه، مهم اینه که من نمیام. نمیشه خسرو جان، من وقت گرفتم. کنسلش کن. نمیشه. نمیشه چرا نه. نمیشه خودم الان زنگ میزنم کنسلش میکنم. میگه من روانی هم پاشم بیا پیش روان پزشک. بابا چرا فکر میکنی من روانی هم میرم چرا روان پزشک؟ اصلا بهت مشاوره میده، کلی راهکار خوب کمکت میکنه واقعا. من راهکار نمیخوام دخترم. بابا. خسرو جان بهناز میگه الان حیوانا رو باید برد پیش روانشناس، روانپزشک، همه باید بریم. تو این زندگی مدرن ما نمیتونیم این فشار رو تکی تحمل کنیم، باید بریم اونجا درد و دل کنیم، حرفامون رو بزنیم، سبک بشیم. تازه تو نمیدونی اگه این دکتر منوچهر نبود، من معلوم نبود وضعم از دست شما دوتا چی میشه، شاید دیوونه میشد ازتون. اصلا راستشو بگم، من از این دکتر منوچهر بدم میاد. بعدم میاد دو بخشه، حالا هر چی، این که ما رو روانی کرد، شما هم که ما داری با حیوانای بهناز خانم مقایسه میکنی، خوبه والا دیگه خوبه. نمیام خانم، نمیام. حالا نه 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 نه، میخواد پر از خشم باشه، میخواد این زندگیشو ادامه بده، همش برون ریزی داشته باشه. من نمیتونم پسش بر بیام، من نمیتونم همینا به عهده بگیرم. خستش خودش اصلا من داره خورد میشه. عقل تو بچه، انقدر بچه بیشتر از این میرسه. سهیلا خانوم یه چند وقتی رو مود روانپزشک بود. نداره عجب، پس بازم شما. من خیلی غمگینم آقای دکتر، من افسردم که هیچ انگیزه ای برای زندگی ندارم. دوستم میترا یه سرویس جواهر خریده عتیقه است، مال زمان هخامنشیانه. من دیگه نمیدونم برای چی باید زندگی کنم، من گم شدم. عجب، خب بازم شما. آقای دکتر دوستم میترا رفته یه خونه گرفته، ویلایی، سونا، استخر، جکوزی، همه چی داره. دیواراش شاگردای پیکاسو نقاشی کردن. مبلاش که دیگه نگم آقای دکتر، همه رو از خارج سفارش داده. نمیدونم صورتی گلبهی یه رنگ عجیب غریبی. من الان چجوری افسردگی نگیرم؟ چجوری حالم خوب باشه؟ میشه آقای دکتر اصلا همچین چیزی ممکنه؟ نه. عجب، بازم شما. بفرمایید. من دارم میمیرم آقای دکتر، من دارم نابود میشم. چیزی شده؟ بیماری لاعلاجی چیزی گرفتی؟ کاش کور میشدم این صحنه رو نمیدیدم آقای دکتر. خسرو زیر سرش بلند شده؟ آقای دکتر اینکه مشکلی نیست، اگه همچین کاری کنه خودم خونشو میریزم. مشکل من بزرگتر از این حرفاست. خب چی شده؟ بهرام چیزی شده؟ کسی فوت کرده؟ آقای دکتر دوستم میسرا رفته یه فرش خریده تمام ابریشم، نقش ماهی سه بعدی. این ماهی ها انگار دارن روی شنا میکنن، نمیدونی چه جونی به خونه داده. من الان حالم بد نباشه، من نابود نشم. خانم من مثل شما نیستم تا تقیب توپی میخوره برم پیش دکتر منوچ. دکتر منوچ؟ بله، آدم وقتی مشکل داره باید بره درباره مشکلش حرف بزنه. چه بهتر که بشه یه دکتر، یه متخصص، یه بلده کار، کسی که بفهمه. چطور یه بار مادر من بابایی؟ بابا جونم. جانم دختر گلم. بابا من میدونم مامان داره زود تصمیم میگیره، اما شما به خاطر من بریم پیش مشاوره. من دارم زود تصمیم میگیرم؟ بله خانم دارید زود تصمیم میگیری. نه منظورم اینه که شما دوتا باید با همه این نتیجه برسه. نظر منم اصلا مهم نیست. ای دختر ساده من، مادرت خودش نشسته تصمیماشو گرفته، خودش بریده، خودش دوخته، خودش هم پوشیده رفته بیرون. بابا در نهایت حرف شماست، اما شما بریم پیش مشاور حرفاشو گوش بدین، ضرر نداره. سسم ببین دخترو، ببین دخترمو ببین. آفرین آفرین، خوب بلد شدی، دم در آوردی، آفرین واقعا. دختر گلم من فقط به خاطر حرف تو میرم پیش مشاور، اما یه سوال دارم، اینو جواب بده مادرت. سهیلا خانم محترم، عزیزتر از جان، مشکل من و شما چیه؟ وای خسرو، وای خسرو، خستم کردی خسرو، خستم کردی. یعنی واقعا تو نمیدونی مشکل ما چیه؟ بالاخره شما این ورا پیداتون شد آقا خسرو. نخیر، من اومدم اینجا آب بخورم. چرا بارمکی تو؟ خب بگو ببینم مشکلت چیه. مشکل من آه. مشکلی ندارم که منوچ، الانم کلی کار دارم میخوام برم. منوچ نه خسرو، دکتر منوچهر. منوچ به جان خودم، من هنوز باور نمیکنم تو دکتر شده باشی. خسرو چرا باورت نمیشه؟ باور کن من دکتر شدم، شما چرا باورتون نمیشه؟ بابا تمام کنی مسخره بازی رو دیگه. مسخره بازی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی اینکه رفتی زدی من دکترم، روانپزشکم، مشاورم، کی؟ خسرو ببین چی کن، گوش کن. تو وقتی به لحاظ بدنی مریض میشی، میری دکتر، دوا درمونت میکنه، خوب میشی، سر حال میشی. وقتی هم به لحاظ روحی دچار مشکل میشی، باید بیای پیش من دیگه، غیر از اینه؟ آی منوچهر گفت،
یه چند وقتی به لحاظ روحی ریختم به هم، اصلا تو لکم، دماغم، روح و روانم در با داغونه. میفهمم خسرو جان. ببین حرفای من آرومت میکنه، فقط کافیه گوش کنی، خودت رها کنی، ریلکس، آروم آروم. اصلا انگار نه انگار اتفاقی دور و اطرافت داره میفته. چشاتو ببند، ببند چشاتو. حالا تمرکز کن، انگار داری توی آسمون روی ابرا راه میری، آروم آروم، خیلی آروم، با آرامش. خسرو، خسرو جان. ای بابا تو هم شدی سهیلا تا میخوابیم. خسرو 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 بیدار شما. چهار روز من نخوابیدم، بس بخوابم دیگه. ای بابا خسرو میدونم دلت پره، آروم باش، فقط با من درد دل کن، با خیال راحت، آروم آروم، هر چی توی دلت به من بگو. ای دکتر بنوچهر، یه چند وقتی اصلاً روح و روانم درگیره، ذهنم درگیره، خراب روحیم دکتر، خراب. میفهمم خسرو جان، میفهمم. مستاقی حرف بزن، مثال بزن، بگو مثلا مشکلت چیه. ببین سهیلا، سلام. سلام خسرو، چطوری؟ هیچ، خسته، کوفته، سردرد دارم، تو ترافیکم مردم تا برسم. خوشتم هست. آب میوه توی یخچال برو ورد بخور. با آب میوه میخوام چیکار؟ شام چی داریم؟ من که نرسیدم شام درست کنم. هر چی میخوای زنگ بزن بگو بیاره. خودت چی میخوری؟ من فرق نمیکنه، هر چی برای خودت سفارش میدی بگو برای منم بیاره. چه حساس سریال دیگه، دقیقاً باز ببینم. باشه، من یه چرتم اینجا میخوابم. شامم خودت زنگ بزن بیارم دیگه. باز که رفت پیام بازرگان. خسرو. بله. من میخوام برم خرید. چیکار کنم؟ خب به همون کارتت همیشه پول بریزم. چش، الان بخوابم. خسرو خورو پف میکنی، این سریال رو من خیلی دوست دارم، حواسم پرت شه. برو تو اتاق بخواب. چشم، امر دیگه ای باشه. ایچ شو مزاحم فیلم دیدن خوشتن بهش بگو دیگه. بهش فقط چی روزم خسروان؟ چی شدم؟ چی؟ گیت شدم واقعا. من احساس میکنم توی بیماری ناشناخته یه عجیب غریب داری. واقعا ناشناخته؟ چه حرفیه؟ آره. با من حرفم به تو زدم دیگه. من اون روز رفتم خونه خیلی ناراحت بودم، اما ریختم تو خودم. اصولا من آدم درون ریزیم، غم و غصه و هرچی دارم میریزم تو خودم. هیچ کس تا الان ناراحتی خسرو جراح به چشم ندیده. میفهمم، ولی الان که من و تو تنهاییم، درد دل کن، خیالت راحت. ای آقا بگو. آخه تو چه کمکی میتونی به من بکنی؟ تو مشکلاتتو بگو، اگه نتونستم کمکت کنم بگو مشکلاتتو. منوچهر، یعنی تو میتونی روحیه منو خوب کنی؟ بله واقعا. خیالت راحت، این تن بمیره به جان خودت. منوچهر، من یه چند واحد ویلا تو شمال ساختم، عالی، اوکازیون، زیبا، اینا رو دست من مونده. بیا مردونی کن یکیشو بخر. من گفتم مشکلات روحی روانی، نگفتم مشکلات اقتصادی. که هی مشکل اقتصادی دارم، مشکل مالی دارم، مشکل مالی دارم. آخه مشکلات مالی تو به من چه ارتباطی داره عزیز من؟ ده خب همینا روحیه منو داغون کرده. بذار از ویو بهت بگم. پنجره رو باز بکن، روبرو ساحل دریا، صبح به صبح مرغ ماهیخوار از تو منقارش وسط ماهی میفرسه، کباب کنی بخوری. بغلت چی؟ بغلت دکل فانوس دریایی، صبح به صبح نورش میفته تو خونه، تخ تخ تخ. کیه منم نور فانوس دریایی از خواب بیدار شو. چای بخور، قهوه بخور، صبحانه بخور. تموم شد؟ بله. من ویلا نمیخوام خسرو. امکانات، زمین والیبال، زمین فوتبال، زمین تنیس، فوتبال. بسه بسه خسرو، بسه. حالا بگو قیمت چند؟ چند؟ 500 تا مفت دم باد. حالا تو بده 499 و 750 چون رفیقم. خسرو جان بسه، مگه اینجا بونگا معاملات ملکی آخه؟ داداشم می قیمت نمیدم. تو اصلا از دم قسم بده خوبه؟ عزیز من گفتم بیای بشین اینجا، این دو تا مرد بشینیم با هم حرف بزنیم، نگفت که بیاشیم معامله کنیم. من که من بدبختم، بده کارم چک بده واسه ده ماه بعد. ای تو 499 و 500 بده. خانم جراح بفرستین داخل. آقا 499 250 بده. برو بیرون. به خاطر روی گل دو تومن کم میکنم. 498. برو بیرون. یه جاسوسی خودکارم اشانتیون میدم. برو بیرون. ببین من اگه بگم 200 میلیونم تو نمیخری. برو بیرون. سویل خانم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چی میخواستیم بشه آقای دکتر؟
چی می‌خواستین بشه؟ شما که هنوز نگفتین چی شده؟ باز میترا خانم رفته چیزی خریده؟ کاشکی چیزی می‌خرید آقای دکتر. میترا داره میره. داره باز همیشه از پیش ما میره. ای وای. مگه چند سالشه؟ آقای دکتر این چه حرفیه؟ مگه سن خانم رو میپرسن؟ بله. شما درست میفرمین. بله. آقای دکتر اگه میترا بره من دق میکنم. وای. ای وای. به حال این شرایطی که باید هممون توش صبور باشیم. بچه داره؟ بله. دو تا. یکی شمسن بیتای خودم. ای وای. مغرب شدم واقعا. یاد مادر خدا بیاوردم اونم وقتی هم خیلی جوان بود. ولی آقای دکتر اگه بره واقعا من اذیت میشم، خیلی سختم. الان حالش چطوره؟ حالش که خوبه آقای دکتر، داره وسایلش رو جمع میکنه، کم کم منتظر ویزاشه. ویزا؟ بله دیگه، اگه بخوام برن خارج همینجوری که نمیتونم برن، باید ویزا بگیرم. خانم شما یه جوری صحبت کردیم، من فکر کردم خدای نکرده رفیقتون داره میمیره، من فکر کردم شما دچار مشکل روحی روانی شدین. ای 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 آقای دکتر این چه حرفیه؟ من حرفی از مردن زدم؟ نمیدونم من واقعا چی شدم سایل خانم، چی بهش میگن، گیت شدم. اون از خسرو، اینم از شما. اصلا مشاوره تنهایی و فرادا فایده نداره واقعا. من که دقیقا نفهمیدم مشکل شما چیه. آقای دکتر من یک ساعته دارم حرف میزنم، حواستون کجا بود که نفهمیدین مشکل من چیه؟ من خیلی مستقیم دارم میگم نمیخوام خانوادم تو این شرایط زندگی کنه، ترجیح من اینه که از اینجا بریم. ببخشید مگه اینجا مشکلش چیه دقیقا؟ شرایط مگه چجوریه؟ خب ترجیح من اینه که از اینجا بریم دیگه آقای دکتر. خب شما که نمیتونید تنهایی برای یک خانواده تصمیم بگیرین که. بعدش هم این ماجرای رفتنتون به میترا خانم که ربطی نداره نه؟ ای قربون دهنت برم منوچ جان، قربون دهنت برم. منوچ نه خسرو جان، من دکتر منوچهر تورکی هستم، لطفا تکرار کن دکتر منوچهر تورکی. منوچ تورکی یادته؟ نه خیر یادم نیست. خدا بگم این صحبتو چیکار کنه، این الاخ تو دهن شما. تورکی تورکی منوچ، باز میگه منوچ، باز میگه منوچ. خسرو بگی یه بار دیگه بگی منوچ چی میکنن، چی بهش میگن؟ بیرونش بیرون آقای بیرونش میکنم. خیلی خوب آقای دکتر منوچهر هرچی، زندگی ما به شدت تحت تاثیر زندگی میترا خانومه، ما رو پیر کرده. ایشون آب میخوره، خانواده ما هم باید آب بخوره، مسافرت میره ما هم باید مسافرت بریم. در جدیدترین اقدامشون تصمیم گرفتن با شوهرشون برن مهاجرت بکنن خارج از کشور. الان ایشون هم پاشو توی کفش کرده ما مهاجرت بکنیم کجا؟ بگو خارج از کشور. بابا خسته شدم دیگه، منوش خسته شدم. آقای دکتر ما هیچ وقت تقلید از اونا نکردیم. ما کی ادای اونا رو دروردیم؟ بله. همیشه نه. اون روزو یادته؟ کمه اصلا به چشم نمیاد. این همه لباس ها اینم پیدا کردید؟ سلام. چی به تو میگه؟ این اندازه توه؟ نمیشه باید روش. ببخشید اینجا دارید چی کار میکنید؟ ما اینجا چی کار میکنیم؟ من که گفتم شایی لباس داریم. بیتا به بابا زنگ زدی بگی دیرتر میاد؟ ببخشید بابا یادم رفت. خانوم من خسته و کوفته از سر کار اومدم، گشنمه، میخوام ناهار بخورم. شما شوی لباس دارین؟ بابا میدونی میترا جون شوی لازم تزیینی گذاشتن، دیگه مامانم شوی لباس. خانوم این لباسه که همشون کهنن، دست دوم لباسای خودته که. خب کهنه باشه، الان کهنه مده. بعد من گفتم همه اینا از خارج آوردم. خب چرا دروغ گفتی؟ خب میفهمم. چه دروغی گفتم؟ کون لباسی گفتم خارج آوردم؟ یعنی به هر حال من دروغ نگفتم، بعضی از اینا رو از خارج آوردم. شما هم دیگه الان برو دیگه، الان مهمونای من میان، درست نیست شما اینجا باشین. خانوم من شب میتینگ آنلاین دارم، کجا برم؟ بابا میتینگ تو دفتر، اونجا سرعت اینترنت هم بیشتر راحت تری دیگه، برو اونجا. دختر تو چرا این حرفو میزنی؟ تو هم شده مثل مامانه. بیتا دختر منه و در هر کاری که انجام میدیم شونه به شونه مادرش پیش میره. سویلا این پیژامه منه؟ آره گفتم راه راهم الان مده، اگه یه قیچی بهش بخوره یه شال خوب ازش در میاره، از اینکه جلو گره میخوره خیلی خوشگل میشه. دیگه این حرفو نزنی ها، این موروثیه، این یادگار پدرمه. بذارش اونجا ببینم. وای نیفته. آره نخواش طلاه. آره مسخره بکن. سویلا به جان خودم من خیلی خستم، میشه برم تو اتاق استراحت بکنم؟ قول میدم مزاحم شما نشم سویلا. وای خسرو برو دیگه، خلافم کردی یا برو دیگه، هزار تا کار داریم، الان مهمونای من میرسن. ای وای نمیشه. نه خوب نیست، باید روش کار کنم. انقدر میخرد چی میگی؟ نگاه کن که چی اینم رو بود میخواد. برو 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 جاشش من نباشی تو. حالا چیزی هم فروش رفت؟
بله، پیژامه موروثی بنده. واقعا؟ انقدرم گرون خریدن آقای دکتر، سرش دعوا بود. عجب. اجازه بدید من یه چیزی اول روشن کنم، بعد چی کنیم؟ بریم سراغ مهاجرت. ببینید، بیماری چشم هم چشمی یا کیپ آپ ویت جونسز؟ کیپ آپ ویت جونسز. بیماریه که بین خانوما خیلی شایعه. البته خانم خود منم از این قاعده مستثنا نیست. خانم خود منم دچار این بیماری هست. متاسفانه آقای دکتر، یعنی شما میگی الان من بیماری کیپ آف ویت جونسز همون که شما میگی رو دارم؟ نه، اجازه بدین من حرفم تموم بشه. ببینین، این بیماری بیماریه که بین ما مردها هم شایعه. خب اما این حس جاه طلبی و بهتر بودن رو در ما بیدار میکنه. ما بیایم توی همه چی چشم هم چشم میکنیم. ها ببخشید، مثلا چی؟ آفرین، خیلی سوال خوبی پرسید. آفرین. توی مطالعه، توی کارهای خوب، توی محبت. بیایم توی کارهای خوب از همدیگه چی کنیم؟ سبقت بگیریم. ببین چه حرفی زده اصلا. ولی آقای دکتر، من اصلا احساس نمی‌کنم همچین بیماری داشته باشم. اصلا چشم همچشمی تو من وجود نداره. ببخشید، وجود داره. نه وجود داره. نه خسرو جان، نداره. نه وجود داره آخه. نداره میگم، نداره خسرو. اجازه بدید من حرفم تموم بشه. شما یه دقیقه صحبت نکن. خسرو، تو واقعا فکر میکنی این بیماری تو من وجود داره؟ نه. پس چی علکی حرف میزنی؟ من فکر نمیکنم، بلکه مطمئنم که این بیماری در شما وجود داره. با ادله میتونم ثابت بکنم. ثابت بکنی. مثلا اون روزو یادته؟ سهیلا، بیتا، شما خونه این؟ کجا باشیم پس؟ خب پس چرا این همه زنگ میزنم خونه جواب نمیدی؟ من که از پلیس کشیدمش. تلفن همراهتون زنگ زدم جواب ندید، پیامک دادم جواب ندید، از طریق اینترنت باهاتون تماس گرفتم جواب ندید. هیچی دیگه، فقط مونده کفتر نامه بر و چاپارچی میفرستدم دم خونه. خب حتما نمیتونستم آنلاین شم، بعدش هم گوشیم رو حالت بی صدا بود نشنیدم. شما چرا امروز نرفتید آموزشگاه؟ 3 ساعت یلنگه پا وایسادم جلوی در آموزشگاه. خسرو جان، تا اطلاع ثانوی هیچ کس از این خونه خارج نمیشه. ببخشید چرا؟ تا وقتی که از خارج برگردیم. خنده دارم، میشه مسخره بازی برات دیگه، به همه چی بخند. خارج؟ ببخشید خارج یعنی چی؟ مام به همه گفته ما رفتیم خارج. خسرو جواب نده. جواب نده چیه؟ بهرامه. خب اونو جواب بدش. اصلا حوصله جواب دادنشو ندارم. ببخشید، این قضیه خارج از کشور و مسافرت چیه؟ خب راستش چه جالب، اتفاقا ما هم داریم میریم مسافرت. شما کجا میرین؟ وای چقدر جالب، ما هم داریم میریم ایتالیا. شما کدوم شهرش میرین ببینیم همو؟ آها، شما میرین میلان، ما داریم میریم روم. آره دیگه، یه هایی شد. باشه، من تا آخر هفته اونجام، برگشتم قرار میذاریم ببینمت. دختر پوزی، من رفتم. بایسته ببینم، ما سکته کردم. شما کجا میخوایی بری؟ ما دیگه مسافرتیم، تا آخر هفتم شما از خونه خارج نمیشی. اون یعنی چی؟ من دیگه کلاس دارم. ما ایتالیاییم، روم. مامان سهیلا جان، این کارا یعنی چی؟ تقصیر توه دیگه، حتی ارغوانینا رفتن خارج. خانم مگه ما یکی دو ماه پیش مسافرت خارج از کشور نبودیم؟ مسافرت به کشور همسایه که خارج حساب نمیشه. اما این کارت ولی اصلا قشنگ نیست. اصلا قشنگم نیست، تو داری من چیز یاد میدی. یا 100 دفعه خانم، همون ارغوان و شوهر جونش بلند میشن میرن همین شمال خودمون، یه کلبه اجاره میکنن، بعد با دوربین عکس میگیرن، میزنه من و شوهرم همین الان جنگلای آمازون یهویی. کلبه ای خوش به حالشون. کاش ما هم کلبه تو طبیعت داشتیم، همه چی ارگانیک. وای ارگانیک، من حتی از بوی کلبه بدم میاد. وای من عاشق اون بوام. من اصلا نمیفهم تو به کی رفتی، واقعا نمیفهمم. بی تمام میمونم از حرفات. بعدش هم میگه تو میتراینا رفتن خارج، ولی ما چی؟ تو اصلا به خواستای من توجه نمی‌کنی، تو اصلا به احساسات من توجه نمی‌کنی، تو اصلا به من توجه نمی‌کنی. خب من ازتون خواهش می‌کنم گریه نکنید، من دیگه هیچ صحبتی ندارم. الانم به نشانه اعتراض این خونه رو ترک می‌کنم. هر وقت شما و دختر جونت از مسافرت خارج تشریف آوردید بگید بنده بیام پیشوازتون. وای الان اصلا جا برای قهر ندارم، واقعا قهر نکن. بمون، هر کاری بخوای من می‌کنم، هر غذایی بخوای درست می‌کنم، فقط بمون. واقعا؟ خب آره دیگه، چی کار کنم؟ خواست رو راه دیگه مگه دارم؟ این تن بمیره؟ آره. حالا گفتی کدوم کشور رفتین؟
ایتالیا، روم. به به، عالیه دیگه. پس یه غذای ایتالیایی درست بکن، پنه با سس آلفردوی اسپاگتی چیزی. آه پس منم یه شلغم بخارپز و یه کلمبوری آب پز. خب تیرامیسو جوس خنکم باشه که دیگه عالی میشی. یعنی الان دیگه هیچ سفارشی ندارین دیگه؟ یه آب کرفس و لیمو. اینا رو زنگ بزنیم بیاره. شما هیچ کدوم اینا رو بلد نیستم بپزم. شلغم بخارپز نه بلد نیستم. ببخشید زنگ بزنیم بیاره؟ بله. از کیسه خلیفه ببخشید. با پول کی؟ خودم حساب میکنم خسرو. دختر جون سریع زنگ بزن تو مامان پشیمون نشده. وای 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 خانم، من واقعا نمیفهمم، من واقعا نمیفهم شما داری چی کار میکنی؟ آقای دکتر همش که تقصیر من نیست، تقصیر این خسرو. ما رو هیچ جا نمیبره، اصلا مسافرت نمیبره. یعنی چی؟ من شما رو هیچ جا نمیبرم؟ من تمام اقصا و نقاط دنیا اینا رو بردم. اصلا خانواده ما چند تا جزیره ناشناخته در دنیا کشف کرده. همین دخترمون بیتا میخواست بره خارج از کشور تحصیل بکنه، همین خانوم گفتش که نه، مخالفت کرد. خب آقای دکتر فکر آدم پیشرفت میکنه، آدم تکامل پیدا میکنه، آدم نظرش عوض میشه. خب ببینید من تکرار میکنم، این چیزایی که در زندگی شما مهمه اصلا مهم نیست. این که دیگران کجا میرن شما برین، این که مهاجرت میکنن شما مهاجرت بکنین، چی میخرن شما برین همونو بخرین. یه چیزای دیگه در زندگی شما باید مهم باشه. چیاست؟ صمیمیت، عشق، محبت، صمیمیت، صفا، این چیاست که مهمه. خب آقای دکتر به این چیزایی که شما میگی من فکر میکنم، ولی خارج از کشور. من نمیخوام اینجا به این چیا فکر کنم. نه خیر مرغ، ایشون یه پا داره. خانم من اینجا خسرو جراحم، اینجا بیزینس میکنم، اینجا کیا و بیایی دارم، بیام خارج از کشور چیکار بکنم؟ اونجا کسی منو نمیشناسه، مفلس میشم. مرد اگه مرد باشه آقای دکتر، همه جا از پس زندگی خودش برمیاد، گلیم خودش از آب بیرون میکشه. سهیلا من ازت خواهش میکنم تو این حرفو نزن. من زمانی که بهترین شرایط داشتم جوون بودم، خود شما مخالفت کردی که بری. سب کنم ببینم شما یعنی یه بار دیگه هم قصد مهاجرت به خارج از کشور داشتین واقعا؟ بله اون موقع جوون بودیم، انرژی داشتیم، من بهشون پیشنهاد دادم، ایشون مخالفت کرد. میگم سهیلا خانوم شما فکراتو کردی؟ معلومه آقا خسرو، معلومه که فکرامو کردم. من نمیام آقا خسرو. سهیلا این دوستم بود چنگیز رفت بود خارج از کشور. چند وقت پیش زنگ زد خونه بابا مینا، من رفتم تلفنم جواب دادم، گفتش که من رفتم خارج از کشور توی پمپ بنزین کار گیر آوردم با چه حقوق خوب و مکفی. میگفت خسرو آب دسته بذار زمین، پاشو بیا. نه آقا خسرو، اولا با این وضعیت که من اصلا نمیتونم پرواز کنم، جدا از این بابا مامانم ناهید اینا رو چیکار کنم؟ من میخوام بچه‌مو همینجا به دنیا بیارم آقا خسرو. سهیلا مگه تو نمیخواستی من پولدار بشم؟ چرا، هنوزم میخوام، اما مرد اگه مرد باشه تو هر شرایطی از پس زندگیش برمیاد، گلیمش رو از آب بیرون میکشه آقا خسرو. ببین دارم میگم این خط، این نشون، من اگر اینجا بمونم همین دوزاریم که درآوردم رو خرج میکنم میره. نه چرا از بین بره، میریم همون زمینا که شوهر میترا گفت و میخریم، گفته چند سال دیگه این زمینا صد برابر میشه آقا خسرو. دیگه این حرف رو من نزنی ها، شوهر میترا واسه خودش میگه، پولم رو خرج کنم برم تو بره بیا بود زمین بخرم، صد سال دیگه یک قرونی هم روش نمیاد، همش ضرره. نه ضرر چه آقا خسرو، همش سوده. بعد آقا خسرو اگه یه روزی بعدنا پولدار شدیم میریم مسافرت خارج، اما فقط واسه مسافرت، نه اینکه بمونی، من دوست ندارم اصلا. باشه میریم، اشکال نداره میریم. خسرو من همیشه از نوجوانیم آرزوم بود وقتی بچه دار شدم اگه دختر بود اسمشو بذارم بیتا، اگه دختر بود اسمشو بذاریم بیتا. عزیزم بیتای بابا باشه، ولی اگه پسر بودم اسمشو میذاریم خسرو پرویز. وا خسرو پرویز، خسروش از من، پرویزش از بابا. چقدر قشنگ، خیلی خوشم. عجب، پس اینجوری شد که پولدار شدی. این ماجرای چشم هم چشمی خانم تسایی بهت کمک کرده؟ بله آقای دکتر، یه جورای عامل موفقیت خسرو من بودم. خانم کدوم موفقیت، کدوم پول؟ آقا من پولی ندارم، من اگه پول داشتم الان جزایر قناری بودم، نه دیگه جوجه قناری بودم. من یه آدم ورشکسته بدهکار بدبختم، همین فردا 100,000 چک دارم، پول ندارم بدم. خیر اموات تقدیری 100,000 به من قرض بده، هفته بعد بهت میدم. رو تو کم کن خسرو، ما اصلا پول داری حق مشاوره رو بدی؟ مشاوره؟ بله. میگی مشاوره رایگان نیست؟ نه خیر. ببخشید پس این همه تبلیغ میکنیم جوونا بیان مشاوره رایگان رایگان رایگان، بچه شو تو زد عذاب در اومدی؟ آفرین جوونا، شما جوونی؟ آقای دکتر نه منظورم با شما نبود خانم، منظورم اینه که حالا بگذاریم. آقا من الان دارم کلن میگم، من خارج بیا نیستم، نمیگم دو بخشه. یه دقیقه شما اجازه بدین آقای دکتر، شما این آقا رو راضی کنیم بیاد خارج، من حق مشاوره شما رو دو برابر، سه برابر، چهار برابر میدم. اختیار داری خانم، این چه حرفی آخه؟ من نمیام خارج، نمیام خارج، نمیام خارج، هر کاری بخوای بکنی بکن. آقای دکتر ببخشید،
خسرو این حرف آخرته؟ حرف اول و آخرمه. نمیای خارج؟ نمیام خارج. من طلاق میخوام. طلاق؟ بله. بچه میترسونه هم یعنی پاشو بریم طلاق بدم کلی مهریت هم میدم. گریه میکنه سهی زشته سهیلا. آقای دکتر میبینی این اصلا منتظر بود من طلاق بخوام. خسرو جان سهیلا خانم اجازه بدین، شما که خارج چی نکردین که زندگی که نکردین که، شما خارج توریستی رفتین، خارج این یه بشکه میمونه، بالاش عسله پایینش زهر ماره. من خودم خارج چی کردم؟ زندگی کردم. خارج هفته اول ماه اول حلوا حلواتو میکنم، ولی بعدش غم غربت غم غریبی. شما که خارج چی نگردی زندگی نگردی؟ آقای دکتر هر کدوم از دوستای من رفتن خیلی هم راضی بودن. خب کجا رفتن؟ خارج. خارج کجای خارج؟ چی؟ کجای خارج؟ اروپا. اروپا. خب بله. از چیش راضی بودن؟ هیچی، اونجا موندن یه عالم چیز خریدن، کلی خریدن. عکساشونو من دیدم آقای دکتر. آفرین بله. شما عکساشونو دیدین؟ از رو عکس که نمیشه قضاوت کرد. الان خارج خودشون درگیر مشکلات اقتصادی هم، مشکل بیکاری، اونا دارن با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم میکنن تو خارج. خانوم آخی آقای دکتر حرف من یک کلام ختم کلام. خارج. خارج؟ بله. آقای دکتر ببخشید سهیل جان، تو که میدونی عزیز دل منی تو و بیتا، همه ی زندگی من متعلق به شماست. شما آرامششون با خارج رفتن درست میشه؟ آره خسرو واقعا درست میشه. یعنی دیگه آرامش داری؟ آرامش کامل دارم. خیلی خوب، الان میری محضر بی سر صدا طلاقت میدم، برو خارج بس خودت هر کاری دلت بخواد بکن، اصلا برو همچون زندگی کن خوبه؟ آقای دکتر میبینی از بیتا خجالت بگید، از این همه سال زندگی مشتره. ببینی چی کنین شما، اجازه بدین بعد چی کنین بعد چی بهش میگن ها. چی بابا ولمون کن تو هم رو کشتی، چی کنی چی کنی چی کنی خود چی کنی؟ ای خسرو تو چه آدم بیادبی شدی. بیادب تکی کلام منه یه بار دیگه بگی با پشت دست بودم دهنت. بیادب خب نوک زبونم نمیتونم بگم، منظورم اینه که چی کنی به بیتا؟ بعد از نظر بیتا رو پرسیدین اصلا؟ آقای دکتر نظر بیتا نظر مادرشه. نه نه نظر خودشو باید بپرسی، باید ببینیم اون راضیه به خارج رفتن یا نه. راضیه که میگه نظر مادرشه، اگه میخوای الان زنگ میزنم از خودش بپرسیم. اما اگه موافق بود چی؟ اگر موافق بود من همینجا مینویسم امضا میکنم که منم با شما میام خارج از کشور. آقای دکتر شما شاهد اینا، من همین الان بهش زنگ میزنم. نه شما زنگ نمیزنید. شما زنگ نمیزنید، من خودم زنگ میزنم. گوشیتونو در بیارید، گوشیتو بذارید رو میز. من خودم بعد زنگ میزنم نظرشو بپرسم، نه شما. شما گوشی تو در بیار. گوشی؟ بله گوشی تو. شخصیه شخصیه در بیار بذارم میز گوشی تو. بودو چه میترسون بیار؟ اون یکی؟ نه آقای دکتر همین یک گوشی رو دارم. بله اون یکی گوشی دارم. اون یکی؟ بله من گوشی ندارم. در بیار اون یکی گوشی تو. ای بابا ندارم آقای دکتر. خسرو سومین گوشیت هم در بیار. خود آقای دکتر دیگه انقدر مغز من را نریم، نداره همین دوتا رو گوشیتو در میار یا بگردمت. گوشیتو در میار یا بگردمت. چی گذاشتی اینجا؟ ای وای نگاه کن گوشی چیه. شما که نباید زنگ بزنید، من باید زنگ بزنم نظر بیتا رو بپرسم. خب آقای دکتر این الان زندگی منه خسرو واقعا که چون اینا همه کاریه باشه بیزینس میکنم. سوهی بابا به همینه میخواستی زندگی منو در و داغون بکنی. سوهی جان سوهی با اینا بیزینس میکنم. سوهی میدونی مامان و بابات برای چی اومدن اینجا؟ بله. تو میخوای با کدومشون زندگی کنی؟ مگه میخوان اصلا جدا شن؟ نه نه منظورم اینه که میخوای بری خارج یا میخوای بمونی ایران؟ آها راستش بگو راحت باش اینجا مطبه. بگو میخوای چی کنی؟ میخوای بری خارج یا میخوای بمونی ایران؟ الان باید بگم؟ قاعدتا آره. یه نمیشه کم دیرتر بگم؟ مثلا چقدر دیرتر؟ نمیدونم پس بذار یکم فکر کنم. فکر کن. بیتا با نظر مامانش موافق بود و خسرو و سهیلا از هم جدا شدن و سهیلا و بیتا برای همیشه رفتن خارج از کشور. باور کردین؟ شوخی کردم. نظر بیتا مشخصه، وگرنه هیچ موقع بر نمیگشتی. دست نظر رو دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میتکونه. الهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو
از زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کناره تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سیر غم نشه سفره دلمون، الهی جم نشه وقتی که دل تنگی، امیدت کم نشه خدا، همون لحظه دل تنگ بر نشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من